سلام دارم خدمت شما هموطنان گرامی و بینندگان عزیز. امیدواریم با سری بلند و دلی پر از امید بیننده برنامه ما باشید. برنامه امروز تیک تاک اختصاص داره به اظهارات رئیسی جلاد در مراسمی که روز گذشته به عنوان معارفش در ساختمان اصلی قوه قضاییه با حضور تعدادی از سردمداران نظام برپا شده. رئیسی در این مراسم و در سخنرانیش دستوراتی رو که خلیفه ارتجا به عنوان خط کار این دستگاه سرکوب و جنایت بهش ابلاغ کرده بود تکرار کرد که در یک کلمه امنیت میشه اون رو خلاصه کرد. بحث و بررسی امروز خودمون رو به همین موضوع اختصاص دادیم و اجازه بدید ابتدا گزارشی رو در رابطه با همین ببینیم و بعد گفتگومون رو آغاز کنیم. با ما همراه باشید. چنان که انتظار می رفت آخوند جنایتکار رئیسی به محض نشستن بر صندلی ریاست بر قوه قضاییه خامنه‌ای شروع به چنگ و دندان نشان دادن به مردم کرد و بر اولویت امنیت یعنی اولویت سرکوب تأکید کرد. جلاد قتل عام 67 بدون هیچ گونه تعارف و رو در وایستی گفت عدالت فرع بر امنیت است. مسئله امنیت مسئله بسیار مهمه. ما موضوع امنیت رو امروز از مهمترین مسائل برای کشور میدانیم. در مقابل جرائم خشن، سازمان یافته و هر گونه اخلال در امنیت جامعه و کشور به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. یعنی کوچکترین ناامنی رو در جمهوری اسلامی ما تحمل نمی کنیم، چون امنیت همه اقدامات ما فرع بر امنیته. اجرای عدالت فرع بر اینه که در کشور امنیت داشته باشیم. پیشرفت فرع بر امنیت. لذا مسئله امنیت مسئله نیست که بشه نسبت بهش کوچکترین اغمازی کرد. رئیسی جلاد در بخشی از اظهارات خود تحت عنوان مبارزه با فساد برای باند روحانی هم خط و نشان کشید. وی با اشاره به سلسله اختلاس‌های چند هزار میلیاردی که هر کدام رکوردهای قبلی را می‌شکند گفت این پرونده‌ها از نظر مبلغ با هم متفاوته. متهمینش هم متفاوتن، اما جنس پرونده یکیه. یعنی از همون زمینه‌ای که اون پرونده ایجاد شد سال 74 من در ذهنمه، اگر نگاه کنید همین پرونده 3000 میلیارد هم باز برمیگرده به همین میزان. یعنی معلومه ساختارهای ما اشکال داره. آقای معاون اول محترم اینجا تشریف دارم. ببینید اعضای محترم دولت، ما باید ساختارهای فسادزا رو در کشور اصلاح کنیم و الا هر روز شاهد بروز یک حادثه و یک پرونده و یک کیس خواهیم بود. مبارزه با فساد اقتصادی وظیفه دولته. اصلاح قوانین و مقرراتی که ایجاد در واقع زمینه فساد هست یا افراد ازش سوء استفاده میتونن بکنن، این هم وظیفه مجلسه. دستگاه قضایی هم برخورد عبرت آموز با مفسدین اقتصادی رو در دستور کار قرار خواهد داد انشاءالله. این در اقدامات این چند وقت بوده، بعد از این هم انشاءالله با قاطعیت دنبال خواهد شد. آخوند جلاد رئیسی بدون اشاره به پرونده های دزدی و اختلاس عوامل باند روحانی و از جمله برادر روحانی که در حال محاکمه به خاطر دزدی و فساد است گفت هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. موضوع به اصطلاح مبارزه با فساد که دستمایه تسویه حساب باندهای مافیایی حاکم با یکدیگر است، موجب شده که روزنامه‌های طیف اصلاح طلب و باند روحانی نیز متقابلاً پیگرد دزدی‌های جناح رقیب را به رئیسی گوشزد کنند. در همین رابطه روزنامه جمهوری در شماره امروز خود با اشاره به پرونده اختلاس پتروشیمی که در آن اسامی حداقل 3 تن از وزیران دولت احمدی نژاد به میان آمده نوشته است، برای دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که لایه‌هایی از پرونده‌های فساد و اخلال اقتصادی یا هر موضوع دیگر از رسیدگی معاف باشند. در مراسم معارفی رئیس جدید دستگاه سرکوب و اعدام رژیم، آخوند آملی لاریجانی هم به عنوان رئیس قبلی این دستگاه سخنرانی کرد. وی از تشکیل 17 میلیون پرونده قضایی برای ببند کشیدن مردم به عنوان خدمت نام می برد و به این وسیله بر سر مردم منت می گذاشت. اما وی در اظهارات خود ناچار شد اعتراف کند که این فساد در دستگاه های حکومتی است که جرائم را افزایش داده. وقتی فساد در دستگاه اداری و حتی گاهی در درون دستگاه قضایی پیدا بشه، خب این
جرم رو اضافه میکنه، یعنی سرریز دستگاه های دیگه میاد اینجا. وقتی در بحث منابع طبیعی دستگاه های مسئول بازرسی هاشون نظارت هاشون کفایت نمیکنه، وقت تبدیل میشه به پرونده میاد و دست دستگاه قضایی، مدت های مدیدی هم باید دنبالش بشن تا حل کنن و همینطور و همینطور. آخوند لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضایی خامنه‌ای در همین سخنان درماندگی و براشفتگی خود را از افشاگری های مجاهدین که جنایتکاری رژیم را در جهان برملا کرده و می کنند ابراز کرد و گفت ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی این هم واقعا چیزهای عجیبی است. اونها با ساختارهای ما مشکل دارن، با اسلام مشکل دارن، با انقلاب مشکل دارن، میان تحت عنوان حقوق بشر میگن. این حرفا درست نیست. بعد هم میان اتهامات منافقین رو میان لیست میکنن علیه جمهوری اسلامی. آخه چه جور قضاوت؟ یک طرفه اون گزارشگر میاد مصاحبه میکنه و هر آنچه املا کردن همه رو بیان میکنه. خب بینندگان عزیز، گزارش رو با هم دیدیم. رئیس جلاد در اولین ظهور خودش بعد از اینکه فرمان دیکتاتور بالاتر از خودش یعنی خامنه ای رو گرفت، در اولین روز شروع کاریش صراحتا گفتش که عدالت فرع بر امنیت هستش. طبعا تو این رژیم هیچ وقت از عدالت که خبری نبود و آخوندهای حاکم هم که امنیت رژیم رو هر وقت در خطر می‌دیدن براش سنگ تموم می‌ذاشتن بر جلادی خودشون و بر کشت و کشتار. بنابر اصل حفظ نظام اوجب واجباته، تنها اصل محکم و خدشه ناپذیری که این رژیم به راحتی قوانین خودش رو زیر پا می‌گذاره، نمونه اعلاش قتل عام 67 هست که وقتی خمینی جلاد موجودیت نظامش رو در خطر دید و دست خط خودش حکم اعدام تمام زندانیان سیاسی سر موزه رو که طبق قوانین و محاکمات با همون خودش در واقع دوران حبسشون رو میگذروندند صادر کرد. پیدایی که جانشینش یعنی منتظری گفت روزی از این اقدام به عنوان دیکتاتوری و جلاد و یکی از روزهای سیاه همین حاکمیت نام برده خواهد شد. خب حالا سوال این هستش که وقتی که رئیس قوه قضاییه رژیم جلوی خامنه ای میاد میگه امنیت بر عدالت در واقع اولویت داره، چه معنایی داره؟ آیا به طور واقعی با آمدن رئیسی چیزی در این نظام عوض شده یا چیزی عوض خواهد شد؟ این سوال و مجموعه از سوالهای دیگر در گفتگوی امروزمون با میثم ناهید به پاسخ اونها خواهیم رسید. با سلام خدمت شما. سلام میکنم به شما و سلام به هموطنان عزیز. خب سال اول این هستش که مضمون حرفای رئیسی در جلسه معارفش چی بود؟ در یک کلام تاکید کرد روی امنیت، حتی گفت امنیت اصل بر عدالت، در حالی که مثلا سر عدلیه نظامه. بعد هم تیغ و تیغ‌کشی کرد رو به درون رژیم در چارچوب جنگ باندی و مشخصا باند رقیب یعنی باند روحانی رو تهدید کرد که از ابزار قضایی علیه اونها استفاده میکنه. اما حرف اصلیش همون موضوع امنیت بود، کما اینکه خامنه ای هم در حکمی که برای انتصاب رئیسی داد تاکید کرد با توجه به مراحلی که شما طی کردید، رئیسی چه مراحلی طی کرده، بارسترین وچه رئیسی عامل قتل عام 30,000 مجاهد در سال 67 بله. عضو هیئت مرگ 3 نفره ای بوده که فرمان این قتل عام رو صادر کردن و در عرض 3-4 ماه این 30,000 رو بله. اعدام کردن. مثلا به همین دلیل صفت جلاد رو گرفته. اما بذار یکم عقب‌تر برگردیم، اونجا که شما گفتید تیغ و تیغ‌کشی بر علیه باند رقیب هم بله. کرد. اما ما در شروع در واقع اومدن این فرد بر سر چنین موضعی شاهد بودیم که خود همین باند به اصطلاح اصلاح طلبان هم در واقع استقبال کردن، در صورتی که این استقبال با این تیغ کشی که شما میگید متناقض است. اصلا متناقض نیست به این علت، درسته که این باندای نظام بر سر سهم بیشتر قدرت و غارت با همدیگه جنگ شدید دارن، تا جایی خب شاهد هستیم که این روزا واقعا رژیم رو از درون دارن پا
پاره پاره میکنن، شدت جنگ باندیشون. اما در یک نقطه وحدت نظر کامل دارن. اون نقطه چیه؟ سرکوب. چرا سرکوب؟ به علت اینکه برای هر دو باند رژیم علارغم هر تضاد و جنگ شدیدی که با هم دارن، اولویت برایشون بقای نظامه. چون هر دوشون در این کشتی نشستن. روحانی بارها گفته که همه در یک کشتی هستیم، در یک کشتی غرق شیم، همه غرق میشیم. بقای این رژیم به چی بنده؟ به دو عامل: سرکوب در داخل، صدور ارتجاع در خارج. بر اجازه بدین همینجا یه سوال بکنم. پس این سوال پیش میاد که مثلا شما میگید که همین اووردن رئیسی پیامش یا خواستش، خواسته خامنه‌ای این هستش که خب امنیت بیشتری میخواد. خب یعنی با قبلیه تأمین نمیشده؟ یا بذارین اینوری بگم، به هر حال یک آدمی رو اوورده که قیمتش رو باید بده از بابت همین پیشینه سیاهی که داره. پس چه چیزی میخواد تغییر پیدا کنه؟ آیا مثلا به طور واقعی میخواد بگیر و ببنده بیشتر را بنازه؟ میخواد سرکوب بیشتر بکنه؟ چه هدفی داره؟ تا اونجایی که به خاص رژیم برمیگرده، بله، هدفش و خواستش بگیر و ببنده بیشتر و سرکوب بیشتر. یعنی قبلی نمیتونست بکنه. اما نکته مهم دقیقا همینجاست. فرق هست بین خواسته و توانستن. نیا کنین، یک پدیده‌ای که در همین رژیم به عنوان مثال میخوام بگم که در وجه سرکوب بسیار بارزه، همین گشت ارشاد است. الان در رژیم بحث چیه؟ در جلسه ای که اول اسفند داشتن، همین جلسه به نام احیای گشت امر معروف و نهی از منکر که رئیسش هم جنتیه، بحث میشد که مثلا آخوند مازنی که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ارتجاعه میگفت ما به نقطه رسیدیم که دیگه باید این گشت ارشاد رو حذف بکنیم. مشخصا گفت ضرورت دارد این عنوان، یعنی گشت ارشاد، تغییر یا حذف شود. بعدم علتش رو گفت، اصلا جامعه در نقطه ای هست که جوان ها حمله میکنن به این بسیجی ها که تحت عنوان گشت ارشاد هستن، و گفت ما امکان دفاع از امر معروف و نهی از منکر رو نداریم. بله. حتی پاسدارلشکری سرکرده انتظامی رژیم تو هم جلسه گفت برخی در پشت تریبون میگن گشت ارشاد لازم نیست. بله. جنتی هم که رئیس جلسه بود قبلا خیلی سر گشت ارشاد دفاع میکرد، نه تنها هیچ دفاعی نکرد، فقط گفتش که بقیه نباید راجع به نظام دروغ بگن و از این حرفا. خب این نشون دهنده اینه که توان رژیم حتی برای گسترش و ابقای همین گشت ارشاد پایین اومده. بنابراین فرق هست بین خواسته رژیم که بالا بردن سرکوبه و توانش که آیا میتونه سرکوب رو بالا ببره یا حتی همین حدی که هست رو در همین میزان حفظ کنه یا نه. خب اجازه بدید حالا این سوالی که قبل کردم نتونستم پاسخ واضحی بگیرم، آیا با آوردن رئیسی ظرفیت این سرکوب داره میره بالا؟ یعنی چنین پیامی رو داره آوردن رئیسی؟ نه، نیا کنیم بعد ببینیم هدف خامنه ای چی هست. یعنی ببخشید مثلا الان میگین جامعه ظرفیت اینو نداره که گشت ارشاد رو تحمل بکنه. بله. خب شما اینو این وضعیت میگید. پس حالا رئیس بله. حالا مثلا رئیسی اومده که این ظرفیت به وجود بیاد. دقیقا نقطه قانونی که علت آوردن رئیسی هست پاسخ به همین سواله. شما نیا کنین، اجازه بدین یه نگاهی بکنیم به همین 40 سال گذشته رژیم. وقتی میگیم توان سرکوبش پایین اومده تو این تاریخچه بارز میشه. دهه 60 رئیس قضایی رژیم کی بود؟ موسوی اردبیلی. چه اتفاقاتی افتاد؟ اعدام‌های گسترده دهه 60 بارزه. بله. اوجش همین قتل‌عام 30000 مجاهد. بله. بعدش آخوند یزدی اومد. اعدام‌ها ادامه داشت. نه به شدت دهه 60 ادامه داشت. رژیم تیغ و تیغ‌کش می‌کرد. کما اینکه قتل عام کوی دانشگاه تهران در تیر 78 هم در دوره همین یزدی بود. بله. شاید بدیم که چطور دانشجو رو از پشتون پرد میکردن پایین، چطور تو خیابونا میکشیدن. بعد از اون آخوند شاهرودی اومد، دیگه تیغ و تیغ کشی بود، اما رژیم برای اعدام هر اعدامی حساب کتاب میکرد. بله. مثل قبل نبود که با دست باز اعدام بکنه. این در پروسه که میام جلوتر رسیدیم به آملی لاریجانی. در ابتدای اومدن آملی لاریجانی گشت ارشاد به صورت گستره در جامعه بود و هر روز هم بیشترش میکردن. بله. کما اینکه خودشون مستمر آمار میدادن که چند بار آمار دادن چند هزار
زن هموطن رو دستگیر کردن در همین گشتا. در دوره پایانیش همین مثالی که زدم در اول اسفند همین 97 دو سه هفته پیش نشست میذارم ما بعد این گشت ارشاد رو جمع کنیم و جمع نکنیم، که حتی شاهد بودیم که یک مکالمه بیسیمی یک گشت رژیم بود که جوونا کتکشون زده بودن با فرمانده بالاترشون. فرمانده بالاتر میگفت مگه من بهتون نگفتم اول برآورد صحنه کنی، اگه کسی نبود اقدام کنید، تقصیر خودتونه، جوونا بود اقدام کرد اینطوری شد. پس میبینیم در طول پروسه الان رژیم حتی برای یک اعدام باید چند ماه حساب کتاب بکنه. همین رژیمی که ارتباطش با اومدن رئیس الان میگم بهتون میگم نکته کانونی دقیقاً همینجاست که پس چرا پس رژیم وقتی توان سرکوبش پایین تر میاد، خب از طرفی هم سرکوب عامل حفظ نظامه، خب چیکار بکنه؟ اینجا میرسیم به اینکه دو راه حل داره رژیم، یعنی دو تا کار میتونه بکنه، یکی ارعاب بیشتر جامعه، یکی هم که باید جلوگیری کنه از جرقه هایی که عامل قیام میشن. خود باش اینم بهتون بگم که خود این ضعیف شدن توان رژیم در سرکوب هم یک مکانیزم داره. علتش این که روز اول از 30 خرداد 60 یک مقاومتی بوده در مقابل رژیم قد علم کرده، قیمت داده، قیمت سنگین داده، بالاترین مسئولین و فرماندهانش در این رویارویی و چنگ در چنگ شدن شهید شدن، از اشرف موسی تا ده ها هزار کادرش، همین مجاهدین زندانی و مجاهدین در سایر درگیری ها. بله. قیمت داد اما تسلیم نشده. همین تسلیم نشدن این هیولا رو، هیولای ولایت رو در طول پروسه فرسوده کرده، ضعیف کرده. در این وسط قیام هایی هم شکل گرفته، مشخصا قیام دی 96 به شدت این هیولای ولایت رو ضعیفتر کرده در توان سرکوب. خب در چنین وضعیتی که خامنه‌ای میبینه دستش در سرکوب بسته تر هست، به دو عامل نیاز داره، گفتم ارعاب بیشتر، دوم جلوگیری کند جرقایی که عامل قیام میشن. خب این دوتا هم به همدیگه پیوسته است، رابطه مستقیم با هم دارن. اگه رژیم بتونه ارعاب بکنه، اون جرقایی هم که عامل قیام میشن اونها هم احتمالشون پایین میاد. خب در این وسط میرسیم به داستان رئیسی. چرا رئیسی آورد؟ چون رئیسی چهره ایه که قاتل 67 پس برای ارعاب بهترین گزینه است. خب اینجا میبینیم که خامنه ای مجبوره به خاطر پوشوندن حفره ناتوانیش در سرکوب، برای اینکه رو بیاره به ارعاب همچین چهره ایو بیاره، مثل یه حیوان درنده ای که در رویارویی با حریفش در طول پروسه فرسوده و پیر و زخمی شده، چنگ و دندونشو داره اما از نفس افتاده، افتاده رو زمین، برای اینکه جبران بکنه خورناس میکشه. و شما معتقد هستید که در این ارعاب با توجه به اینکه قیمتی که خامنه‌ای داره میده واسه آوردن رئیسی موفق خواهد شد و اون جرقه هایی که میگید رو با آوردن این مهره میتونه مهار بکنه؟ این دیگه برمیگرده به خود اینکه اصلا چرا خامنه ای رئیسی آورد که گفتیم به خاطر ارعابه، اما چرا اصلا با تأخیر آوردش؟ اگر میتونست به این جواب برسه مطلق با تأخیر نمیورد، اما دیدیم دو سه هفته تأخیر کرد، زمزمای اول بروز دادن، خود خامنه ای نگفت تا در نهایت آورد. چرا؟ اونم دو تا علت داره، یکی پیامدهای شدید اجتماعی، چون قاتل 67 به ویژه اینکه از دو سال پیش مقاومت ایران جنبش دادخواهی 67 رو در جامعه گستره کرد و اونقدر این جنبش بازتاب داشت که در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم خامنه‌ای هدفش این بود که رئیسی رو بیاره برای اینکه نظامش رو یک پایه کنه. بله. اما شعار نجلاد نشیاد اونقدر گسترده شد که خب پروژه خامنه‌ای شکست خورد. بله. خودش ببخشید زمزمه رو به این خاطر کرد که تست بکنه چیزی رو جامعه. نه رو. نه خود خامنه ای اومد اعتراف کرد، گفتش که نگویید جای شهید و جلاد رو عوض نکنید، یعنی رسید داد که جنبش دادخواهی داره کار خودش رو میکنه. بنابراین الان که دوباره قاتل 67 میاره، خامنه ای حواسش هست، میفهمه که چه پیامده اجتماعی برش داره. از طرفی پیامدهای بین المللی در شرایطی که رژیم زیر فشار تحریمای مرگبار هست، انزوای جهانی داره خفش میکنه، نیاز داره به یک آب باریکه تنفس،
به طور مشخص در رابطه با اروپا. خب اروپا حرفش با رژیم چیه؟ میگه حقوق بشر، یکی از شروط جدیش حقوق بشره. کما که دیروز در شورای حقوق بشر نماینده فرانسه و سوئیس و برخی دیگه از کشور اروپایی میگفتن نقض حقوق بشر در ایران باید تموم بشه. بله. خب در چنین شرایطی چه پیامی برای جامعه بین‌المللی داره آوردن رئیسی؟ انقباض، یعنی سرکوب بیشتر، منفیه. بنابراین بله انزوای بیشتر. اما با این حال میبینیم خامنه‌ای بعد از دو سه هفته تم میده که رئیسی رو بیاره. پس خودش الان با توجه به محدودیت وقتمون، من میخوام از صحبت شما این نتیجه رو بگیرم که اگه شما موافقید، پس خودش معتقده، یعنی کسی که رأس نظام هست، معتقده حداقل این مهره میتونه امنیت بیشتری رو براش تامین کنه، که در عالم واقع چه خواهد شد بحث دیگری است. آره، چراشون داره قیمت بین‌المللیش رو میده و از اون طرف خودتون هم گفتید قیمت داخلیش. بله، نه نه، قیمت بین‌المللی از بابت اینکه بله. خب چهره حقوق بشری. بله. از بابت داخلی هم خودتون گفتید که بله. داشت تست میکرد. بله. و این فکر میکنه که میصرفه. بله، نکنید. گفتیم از این به نیازش برمیگرده. نیاز مطلقش الان چیه؟ این میخواد حفره سرکوب رو، ناتوانیش در سرکوب رو با ارعاب پر کنه. بله. خب تنها مهره که میتونه این ارعاب رو در شرایط کنونی ایجاد کنه، بله، رئیسیه. خامنه ای تم میده به پیامدهای چه داخلیش که گسترش جنبش دادخواهی، چه بین المللیش. بله. یعنی اون ضررهای کلان رو میپذیره. بله. از طرفی علت دیگه که اصلا رئیسی آورد، یک علت هستش ارعابه، یه علت دیگه هم که مهره دیگه ای نداره. نکنید دست خامنه ای در شرایطی که از رژیم از درون در حال جنگ شدید باندی هست بسیار بسته است. چی رو بیاره که مو به مو خط خامنه رو پیش بره؟ کمان که در سر خبرگان جنتی 93 ساله رو میذاره. بله. چون مهره دیگه نداره. بنابراین به این نقطه میسیم خامنه ای در بنبست رئیسی رو میاره. البته من فکر میکنم بله. که جنایتکار تو این رژیم کم نیست. حتما کم کسی نیست. که بله. بخواد خط خامنه بله. خامنه‌ای رو پیش ببره کم نیست. و بذارید اتکا کنیم به همین موضوع ارعاب. بله. و بعد در عمل ببینیم که آیا خواهد تونست چنین چیزی رو بر جامعه فاین نکتم بگم. این ارعاب هم در شرایط یک مقاومتی است که در برابرش کانون‌های شورشیش پیاپی همین پوسترهای خامنه‌ای آتش می‌زنن، پایگاه بسیج آتش می‌زنن، اقدامات ارعاب شکن می‌کنن. این ارعاب هم برد زیادی نخواهد داشت. بله. نباید مرعوب شد. مطلق نباید. هدف رژیم ارعابه، ولی جامعه ایران به ویژه با کانونهای شورشی در نقطه ای نیست که این ارعاب بتونه خاموشش بکنه. بنابراین خامنه‌ای در بنبست این کارو کرده و برد چندانی هم این کارش نخواهد. با تشکر از توضیحاتی که دادید، این موضوع طبعا ادامه دار خواهد بود. ما در آینده باز هم این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. خب بینندگان عزیز، در همین جا با پایان یافتن گفتگو برنامه ما هم تموم میشه. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید.